سلام شاگردای عزیز و دختران و پسران عزیز و دوست داشتنی، به امید از اینکه جور و صحتمند باشین، درس امروز خدا که مضمون فیزیک صنف هفته می باشه و موضوعش هم فشار است آغاز میکنیم. شما با خود یک کتابچه و قلم داشته باشین و نکات مهم درس یادداشت کنین. البته من مدیه احمدی استاد همکار درس با شما پیشکش میکنم. قسمی که قبلا گفتیم، صنف هفتم، مضمون فیزیک، فصل چهارم، موضوع فشار چیست، هدف. هدفی که ما در درس داریم دانستن مفهوم فشار، یعنی شما بتونید فشار را تعریف کنین، درک رابطه بین فشار، قوه و سطح و سطحی که بالای آن قوه وارد میشه، یعنی فرموله که برای فشار ما باید داشته باشیم که رابطه بین قوه و سطح را برای ما نشان بده و این را شما باید یاد بگیرید. و دیگه هدف سیم ما رابطه فشار را به طور عملی تجربه کنید، یعنی به این مانا که از فرمول شما بتانین استفاده کنین و مثال حل کنین. ما این سه هدف امروز برآورده می سازیم تا شما بتانین که بفهمین که فشار چی است. قبل از اینکه ما فشار تعریف کنیم، چند مثال برای شما پیشکش میکنم. مثلا اگر زمانی که شما روی یک توشک اسفنجی بخوابین میبینین که کمی به توشک فرو میرین، اما اگر با دو پا روی توشک استاده شوین میبینین که پاهایتان زیادتر به توشک فرو میره، دوشک فرو میره. و همچنان اگر دهقانا زمانی که گندم درو میکنن امی داس نوکش تیز میکنن، به خاطر از اینکه سطح از این چی میشه؟ سطح از این نازک میشه یا سطحش کوچک میشه و این وقتی که قوه بالاش وارد میشه به بسیار سادگی عملی درو یا میتونن انجام بدن. پس از این مثال ها ما این نتیجه را میگیریم کمیت وجود داره که به فشار و سطح وابسته می باشه و این کمیت عبارت از فشار است. فشار با قوه رابطه مستقیم داره، یعنی وقتی که قوه زیاد میشه فشار هم زیاد میشه و فشار با سطح، مساحت سطح رابطه معکوس داره، یعنی با زیاد شدن سطح فشار کم میشه. حالا ما موضوع فشاره در روی این چارت برای شما نوشته کردیم و او را یک جای میخوانیم. فشار چیست؟ فشار عبارت از مقدار قوه است که به طور عمود بر واحد سطح وارد میشه. اگر فشار به پی، مقدار قوه به اف و مساحت سطح را به ای نشان داده شوند، پس فرمول فشار این طور نوشته می شود. پی مساوی است اف بر ای، یعنی فشار مساوی است قوه بر مساحت سطح. ای از فرمول فشار. ما و شما می فهمیم که هر کمیت دارای واحد می باشه. بر اندازه گیری کمیت باید واحد باید بر از او داشته باشیم. پس اگر در رابطه فوق ما قوه را به نیوتن و سطح تماس قوه به متر مربع در نظر گرفته شود، در این صورت واحد فشار عبارت از نیوتن بر متر مربع است که به نام پاسکال که فیزیکدان مشهور فرانسوی یاد شده و به پی ای نشان داده می شود. یا یعنی ما می تانیم که امی موضوع را به شکل خلاص نوشته کنیم، یک پاسکال ما مساوی است یک نیوتن بر یک متر مربع. این بود موضوع فشار و فرمول و واحدش که ما و شما را خواندیم. حالا به خاطر از اینکه شما فرمول خوبتر درک کنین چی میکنیم؟ یک مثال حل میکنیم. اگر قوه 20 نیوتن بالای جسمی که مساحت سطح آن 0.2 متر مربع است عمودن وارد گردد، فشار حاصله چند پاسکال می شود؟ حال ما ایره حل میکنیم. برای حل مثال شما اول حل سوال یا مثال شما اول سوالتان ترتیب کنین. ببینین قوه را ما به اف نشان داده بودیم. اف مساوی بود به چی؟ 20 نیوتن. و سطح را، مساحت سطح را به این نشان دادیم، مساوی بود به 0.2 متر مربع و در اینجا چی نامعلوم است؟ فشار که ما سوالی همه. حالا فرموله داریم، پیشتر خواندیم که پی مساوی است اف بر ای.
قیمت ها را در فرمول وضع می کنیم. 20 نیوتن بر 0.2 متر مربع. شما از قوانین ریاضی می فهمین. یک خانه شری داریم، یک صفر در صورت می مانیم. 200 میشه بر 2 نیوتن بر متر مربع. شما میتونید تقسیم هم کنین، اختصار هم کنین. اگر اختصار کنیم، یک دو دو، یک دو دو، دو صفر میمونه بالا. چند شد؟ 100. پیشتر گفتیم نیوتن بر متر مربع را چی میگیم؟ پاسکال. پس فشار ما هست 100 چی؟ پاسکال. پاسکال را به پی ای نشان میدیم. این هست حل مثال. خدا کنه که فهمیده باشی. خب حالا ما میبینیم که کاربرد فشار چی هست، چی کاربرد داره در زندگی روزمره ما. فشار کاربردهای بسیار زیاد داره. مثلا شما سوزنه میبینین که چقدر مورد استفاده داره. در ماشین ها خیاطی هم از استفاده میکنیم، توسط دست ما هم ما لباس میدوزیم. از سوزنه، نوک سوزنه بسیار باریک میسازن تا با قوی کم فشار بیشتر وارد شده و لباس ها را بدوزه. و یا همچنان مثلا پیشتر هم گفتیم که داسه، تیشه، تبر یا سامانالاتی هستن که برای قطع کردن اشیا از او استفاده میکنیم و ما ایره نوکشه باریک میسازیم، سطحشه کوچک میسازیم تا با قوی کم فشار بیشتر وارد شده و برای قطع کردن اشیا ما از او استفاده کنیم. و همچنان برعکس، بعضی وقتا هم شما ترکتور دیده باشین که تایرهای بسیار پهن و انوار داره. چون ترکتور وزنش بسیار زیاد است و ای به زمین فرو میره، به او خاطر تایرهای زیر پهن و انوار و کلان جور میکنن تا چی کنه؟ فشار کم بسازه بالای سطح زمین. از او خاطر تایرهایش پهن میباشه. و دیگه این البته کاربرد فشار در زندگی ما بود و شما میتونین در زندگیتون درباره ازی فکر کنین که دیگه از فشار چی استفاده میکنین و چی استفاده های از فشار وجود داره، که بعدا هم باز در درسای بعدی ما ایره میخوانیم. و حال ما البته یک درس خلاص میکنم براتون که ما شما فشار خواندیم که فشار چیست. فشار عبارت از قوه وارده فی واحد سطح می باشه. ما فشار برف پی نشان میدیم، قوه را به اف و مساحت سطح را به ای. و واحد فشار پاسکال است که پاسکال نیوتن بر متر مربع را به نام پاسکال یاد میکنیم. و حالا ما برای شما و در اینجا موضوعی که بسیار مهم است، فقط تعریف فشار، فرمول فشار، واحد فشار شما باید یاد بگیرید. خب شاگردای عزیز، حالا در سبت بس شما فشار فهمیدین و یک بار دیگه به طور خلاصه ما برتانی را تعریف میکنم. فشار گفتیم عبارت از قوه فی واحد سطح می باشه که فشار به پی، قوه را به اف و مساحت سطح را به نشان دادیم. و همچنان واحد فشار گفتیم پاسکال است و پاسکال یک فیزیکدان مشهور فرانسوی می باشه که واحد امی فشار، چون خودش درباره فشار کشف کرد و او خاطری به نام خودش مسمی شده. همچنان یک مثال ما شما حل کردیم که از دیدیم که در اینجا با استفاده از فرمول پی مساوی اف برای قیمت های اف و ای را داشتیم، در فرمول وضع کردیم و قیمت فشار را پیدا کردیم 100 پاسکال. حال ما برای شما شاگردای عزیز اینجا در یک جدول ترتیب کردیم و در او کار خانگی را بر شما آماده کردیم که شما به کمک فرمول پی مساوی اف بر ای این جدول خانه پوری میکنید. خب شاگردای عزیز، حال ما سوال کار خانگی شما را در جدول ترتیب کردیم و ما در این جدول شما سوال می خوانیم. جدول زی را در نظر گرفته، با استفاده از فرمول پی مساوی اف بر ای فشار را در حالات مختلف محاسبه نمایید. در این جدول شما ببینید یک باریکی وجود داره. سه سوال است. در اینجا ببینید قوه ثابت است، 40 نیوتن، 40 نیوتن، 40 نیوتن. اما در قسمت بعدی در بخش دوم ببینید در اینجا چی؟ سطح ثابت است. سطح تغییر نمیکنه اما قوه کم زیاد میشه.
حال شما در حالت های مختلف فشار پیدا میکنین و در جای خالی جدول درج میکنین. البته به خاطر از اینکه در اینجا ببینین سطح به سانتی متر داده شده، سانتی متر مربع و اینجا قوه به نیوتن، و به خاطر اینکه ما به دیک سیستمی را آورده باشیم چی میکنیم؟ در اینجا اول باید سانتی متر شما به متر تبدیل کنین، سانتی متر مربع را به متر مربع تبدیل کنین. کی کار ما یک سوال برتان حل میکنم و شما مطابق با اون مثال های بعدی را حل کنین و ببینین که با ثابت بودن قوه و کوچک شدن سطح و یا بزرگ شدن سطح چی تغییر در فشار میه، و همچنان با ثابت بودن سطح کم شدن قوه ببینین چی تغییرات در فشار به وجود میه. این سوال کاملا برای شما ایرا بیان میکنه. حالا ما در اینجا سوال میگیریم، قوه هست 40 نیوتن، F مساوی به 40 نیوتن است و مساحت سطح چند است؟ 50 سانتی متر مربع. شما میفهمین که یک سانتی مساوی است 1/100 متر. پس ما به جای سانتی 1/100 وزن میکنیم و او را مربع میسازیم. پس در این صورت ای مساوی است 50 1/100 متر کل مربع. از اینجا ای مساوی میشه 50 1/100 که مربع بسازین میشه 10,000 متر مربع. حالا میتونین نوشته کنین که ای مساوی 50/10,000، یک صفر به صفر خلاص میکنین و 5/5 میمونه 5/1,000 که این مساوی میشه که تقسیم کنید 0.3 خانه دارین 0.05 متر مربع. حالا مساحت پیدا کردین، شما با استفاده از فرمولی که در سوال یا قبلا خواندین در این وضع میکنین F بر A. F چقدر است؟ 40 نیوتن. 40 نیوتن و مساحت هم 0.005 متر مربع است. ببینید چند خانه اشاری داریم؟ 3 خانه اشاری داریم. شاگرده از شما به جای 3 خانه اشاری میتونید 3 صفر در صورت وضع کنید نظر به قوانین ریاضی. پس نوشته میکنین، یعنی خانه اشاری از بین رفت، من 3 صفر در صورت ماندم، اینجا نوشته میمونه تنها 5 واحد از این نیوتن از این هم متر مربع. حالا شما ایره تقسیم کنین یا اختصار کنین، 1 5 5 8 5 40، چند صفر ماند؟ 3 صفر. پس در اینجا پی مساوی به چی شد؟ 8000 نیوتن بر متر مربع را ما چی گفته بودیم؟ پاسکال. پس میگیم 8000 پاسکال. به همین ترتیب شما تمام سوالات تانه که 6 سوال میشه شما حل و بعد از او قیمت آخریشه در جدول چی کنین؟ درج کنین. تشکر از توجهتان، به امید از اینکه درسایتان را بخونین و کار خانگیتان را به صورت منظم انجام بتین، و تا دیدار بعدی خداحافظ، در حفظ و امان خداوند باشین.